عزیز به کلیسای سفیران مسیح خوش اومدید همطور که میبینید پرستش شروع شده و ما داریم ایسای مسیح خداوند رو ستایش میکنیم با ما باشید امروز معزه از انجیل یوحنا ادامه میدیم ایسای مسیح مموریت خودش رو به پایان میرسونه انجیل یوحنا فصل 17 پس خودتون رو آماده کنید و بریم با هم گوش کنیم از ترجمه هزاره نو براتون میخونم میگوید پس از این سخنان عیسی باب قبل و بابای قبل راجع به محبت صحبت میکنه پس از این سخنان عیسی به آسمان نگریست و گفت پدر ساعت رسیده است پسرت را جلال ده تا پسرت نیست تو را جلال دهد زیرا او را بر هر بشری قدرت داده ای تا با همه آنان که به او عطا کرده ای حیات جاودان بخشد و این است حیات جاودان که تو را تنها خدای حقیقی و عیسی مسیح را که فرستاده ای بشناسند این حیات جاودانه که مردم باید او را بشناسند و من کاری را که به من سپردی به کمار رساندم و این گونه تو را بر روی زمین جلال دادم پس اکنون ای پدر تو نیز مرا در حضور خیش جلال ده به همان جلالی که پیش از آغاز جهان نزد تو داشتم دقت میکنید که عیسی چه دعایی داره انجام میده که حکایت از چندین موضوع هستش که اینجا در این آیات نهفته شده و گفته شده عیسی در این فضل نزد تخت فیض پادشاهی الهی خدا دعا میکنه چون خوب میدونه که ساعت مرگش داره میرسه اگر مسیح و سال و نیم اوم کرده باشه سالهای سال منتظر چنین ساعاتی بود چنین لحظاتی بود و حالا در روح احساس میکنه که دیگه وقت اون شده اینجا ما یک مطلب رو که میتونیم در این قسمت پیدا بکنیم که عیسی از وقایع آینده کاملا با خبره کسی بهش نگفته بود که میخوان بیان تو دستگیر کنن بکشند مسلوبت کنن ولی عیسی این رو در روح احساس میکرد ما بارها در انجیل میبینیم که عیسی مسیح مطالب مختلف رو میبینه از افکار مردم با خبره از قلب‌های مردم با خبره از آینده با خبره و این حکایت از این میکنه که او خدا هستش کلام خدا ما نشون میده که عیسی مسیح بعدا می‌میره مصلوب میشه و از مردگار روز سوم قیام میکنه و این موضوع دلالت بر میکنه که حرف عیسی مسیح درست بود که ساعت من رسیده و هرچی که مسیح گفته بود واقعیت داشتش این ساعت وقتی عیسی راجبش صحبت میکنه زمان رهایی قوم او و تمامی بشر هستش آه این ساعت مقدس یک بار دیگه هم کلام خدا راجب ساعت خدا صحبت میکنه زمان آخر که ما منتظرشیم که عیسی مسیح دوباره برمیگرده ولی اینجا به طور خاص داره راجب زمانی صحبت میکنه که خلقت شاید داد میزد فریاد میزد میخوام رها بشم میخوام آزاد بشم ولی خلقت بشریت هیچ کدوم نمیتونستن به خودشون کمکی کرده باشن و عیسی میگه حالا زمانش شده زمانش شده زمان شکست دشمن قومش اون اومده بود که مردم رو از نظر سیاسی از دست رومی ها آزاد بکنه بلکه اومده بود که مردم رو از شریر آزاد بکنه از دشمنش از دشمن او از دشمن قوم خودش شیطان کلام خدا ما نشون میده که عیسی مسیح با شیطان دشمنی داره و شیطان با خداوند دشمنی داره زمان غلبه بر گناه زمانی بود که رجوش راجوش اشاره میکنه ما میدونیم که هیچکس در طول تاریخ بشریت به دنیا نیامده که بر گناه غلبه پیدا کرده باشه پولس رسول که یکی از بهترین رسولان هستش که ما در انجیل میخونیم در عهد جدید میبینیم که پولس رسول میگه که من کاری که دوست ندارم بکنم میکنم کاری که نمیخوام بکنم میخوام بکنم و نمیتونم انجام بدم پولس رسول اشاره میکنه که چطور اسیر گناه هستش و نه فقط او انبیا پادشاهانی که در کتاب مقدس هستند اکثر اونا که از طرف خدا بودن این موضوع رو کتمان نمیکنن بلکه اشاره میکنن که ما شکست خوردیم کلام خدا اینو می نویسه. بعضی از کسایی که ضد انجیل هستن میگن که نگاه کن انبیا گناه کردن نگاه کنید پیامبرا گناه کردن اینا چه جور پیامبری هستن چه جور انبیایی هستن ها نمیدونن که کلام خدا انقدر صادقه اینقدر رو راست هستش برخلاف بعضی از در واقع مذاهب اینطور عنوان میکنن که بنیانگذارانشون رهبران مذهبیشون معصوم هستن که این دروغ هست و قالات هستش اشتباهه چون همه کلام خدا میگه گناه کردن و از جلال خدا قاصر هستند حالا عیسی مسیح اومده گناه رو شکست بده همونطور که آدم اول حوا همسرش گناه رو وارد این دنیا کردن حالا آدم دوم یعنی عیسی مسیح چیکار میکنه میاد و بر گناه پیروز میشه و با این به این وسیله پیروزی و غلبه بر گناه رو برای دنیا بر مقام میاره پس این نیست که اگر ما با وسوسه روبرو میشیم خودمون رو از قبل شکست خورده ببینیم چرا چون مسیح پیروز شد و ما قدرت پیروزی رو هم میده و ما میتونیم پیروز باشیم عیسی مسیح میگه ساعت غلبه بر دنیا و بر مرگ فرا رسیده ها عیسی مسیح ما میدونیم که در واقع بر وسوسه و دنیا پیروز شد او هم مثل ما بود مثل ما صاحب حواس بودش او هم مثل ما زندگی می کرد مخصوصا او جس پوشید و در واقع با به نگفتن به وسوسه و گناه تونست بر دنیا پیروز بشه خیلی انسانها در سن 33 ساله ای خیلی آرزوها دارن خیلی امیال دارن خیلی خواسته ها دارن که طبیعی هم شاید باشه بعضیشون ولی عیسی مسیح برای اینکه بهای گناهان ما رو بده به اغلب اینا به همه اینا گفت نه پس می‌بینیم بر مرگ هم پیروز میشه عیسی مسیح کسای دیگه هم بودن که از مرده‌ها زنده شدن اما به وسیله عیسی این اتفاق افتاد اما عیسی تنها کسی بوده که می‌میره و زنده میشه خود به خود به قوت خدا عیسی به خوبی میدونه که وقتی رسیده که پدر رو باید جلال بده عیسی در طی سه سال گذشته کاملا خدا رو جلال میداد با زنده کردن مردگان با شفای بیماران با عوض کردن سرنوشت گناهکاران و پاکشون میکرد اما حالا به نوعی دیگه میخواد پدر رو جلال بده چگونه با در واقع نشان دادن فیض نشان دادن رحمت التفات خدا به انسان در واقع ما انسانها لایق اون نبودیم که در واقع از مرد گناهامون بخشیده بشه ما باید برای گناهامون مصلوب میشدیم ما باید برای گناهامون جریمه خودمون رو پرداخت میکردیم اما عیسی اومد اینگونه پدر رو جلال داد که او به جای ما روی صلیب مرد او مرد و زنده شد حالا وقت اون رسیده که پدر در پسر جلال پیدا بکنه ما به عنوان پیروان مسیح باید همیشه در هر چیزی طالب جلال خدا باشیم آمین در هر چیزی پولس رسول میگه میگه خواه بخورید خواه بروشید خواه چیزی کنید برای جلال خدا بکنید پس جلال دادن خدا یعنی این که من زندگی میکنم که به نوعی خدا در زندگی من دیده بشه حالا میتونه در هر شرایطی باشه میتونه در هر شکلی باشه میتونه موقع درس خوندن من باشه موقع ازدواج من باشه موقع بچه دار شدن من باشه به هر شکلی باید در این فکر باشیم که چگونه پدر میتونه در ما جلال بیابه ما برای همین خلق شدیم مشکل اینجاست که ما خدا رو جلال نمیدیم مشکل اینجاست چرا ما گناهکار شمرده میشیم چون برخلاف اون چیزی که پدر برای ما تدارک دیده داریم واکنش عمل انجام میدیم عمل میکنیم ها؟ هیچ انسانی به دنیا نیومده که برای شریر زندگی بکنه هیچ انسانی بچه دار نمیشه که بچه او شرورترین کسی بشه درسته حالا پس برای چی خلق شدیم برای این خلق شدیم که خدا رو جلال بدیم کتاب قدس میگه پس من اگه میخوام برم هر کاری بکنم باید قبلش این فکر رو بکنم خدایا آیا در این کار من جلال پیدا میکنی تو آیا تو از این خوشتون میشی عیسی این گونه زندگی میکرد این مطلب حتی درباره دعاهای مامنی صادق هستش ما بعد طوری دعا بکنیم که در دعاهامو پدر جلال بیابه دعای عیسی نشان دهنده شور و حرارت محبت ذهن اطمینان و ایمان اوست ما عیسی رو یک فرد شکست خورده نمیبینیم که آیا دیگه من میدونم وقت شده که حالا باید مصلوب بشم نه عیسی با شور و با شور و شعف داره صحبت میکنه با حرارت داره صحبت میکنه با قوت با اطمینان میدونه که داره چه اتفاقی میفته حتی میدونه که زنده خواهد شد این اطمینان از در واقع شجاعت عیسی مسیح هستش شجاعتی که نشان دهنده اینه که او قادر هستش شاید شریران و شریر فکر میکرد که اوکی حالا عیسی رو داریم میکشیم خیال اون راحت میشه از دستش نه شریر نمیدونست که اگر مسیح رو داره میکشه روز سوم از قبل برمیخیزه سرنوشت بشر عوض میشه و قدرت خدا قانونن و شریر نشان داده میشه خدای پدر به عیسی اختدار بخشیده تا بر هر بشری هر یهودی هر غیر یهودی هر شخصیتی انتخاب شده انتخاب نشده حیات جاودانه بده. اوست که فقط میتونه حیات جاودانه بده. هیچ انسان دیگه نمیتونه حیات جاودانه به, انس... به ما بده. چه بسا که خلیهشون فوت کردن. همه فوت کردن. فقط عیسی است که میتونه به ما حیات جاودان بده. چرا؟ چون او صاحب حیات جاودانه چون که او قانونا راه رو برای دریافت حیات جاودان باز کرد نه فقط همین بلکه او بر هر فر... فرشته ای هم قدرت داره بر هر فرشته ای عیسی بارها گفتش من دیدم شیر رو که مثل برق به زمین افتاد ها ما می‌بینیم که عیسی قانونا نشون میده در ا... کتاب ابرانیان فصل اول میگه عیسی برتر از فرشتگان هستش اما حیات جاودان یک هدیه است این خیلی مهمه که ما بدونیم حیات جاودان ما دریافت نمیکنیم به خاطر که یک کار خوب بعد برای خدا انجام بدهیم اگه این کار رو بکنیم حیات جاودان دریافت میکنیم این مهمه که یک مسیحی اینو بدونه که حیات جاودان یک هدیه است نه به خاطر شایستگی ما چرا؟ چون ما امروز میتونیم در عرش اعلا باشیم کارهای بسیار نیکو بکنیم ولی چند لحظه بعد دفعه سقوط بکنیم وسوسه بر ما پیروز بشه گناه بکنیم پس اگه اینجوری بشه خدا بعد هی hey, حیاتو بگیره از ما هی hey, دوباره ب... ب... پس بده نه حیات جاودان خداوند به لایق... به لیاقت پسرش عیسی مسیح به ما میده نه به لیاقت خودمون نه به اعمال خودمون تنها فیض خداست برای همین ما باید برای فیض خدا سپاسگزار باشیم همیشه همیشه باید شاکر باشیم برای همینه که ما رازگاهان داریم دعا میکنیم شب گذاری میکنیم چون به فیض او ما عادل شمرده میشیم ایسا حق عطا کردن نهایت جاودان رو توسط خون مقدسش و عدالت خودش میتونه به ما بده ایسا پیروز شد ایسا قلبه پیدا کرد حالا نه فقط او از خداست بلکه او قادر هستش که این حیات جاودان رو که صاحبش هستش رو به ما پرداخت به ما بده حیات جاودان شامل شناخت پدر آسمانی هستش یعنی خدای حقیقی ما چند تا خدا نداریم اینکه مذاهب و ملیت هایی که بت پرست هستن و صرفا یک سری خدایا رو میپرستن همون خدای ما نیستش خدای حقیقی رو پدر پدر آسمانی رو عیسی به ما نشون داد پسر یگانه او عیسی یا یوحنا انجیل یوحنا رو به ما میگه بعد انجیل یوحنا رو مرتب بخونیم جان کاسپلاف جان که به ما نشون میده که واقعا پدر آسمانی کی هست چه شکلی است خدای حقیقی کی هستش خدا توسط موسی کم خودش به ما نشون داد توسط انبیا سخن گفتش اما به طور کامل توسط عیسی مسیح خودش رو بر ما آشکار کرد یعنی میخوای ببینی خدا چه شکلیه بعد عیسی رو نگاه بکنی هر آنچه که انجیل راجع به عیسی سخن میگه شخصی که خدا رو بشناسه حیات جاودان رو دریافت کرده حیات جاودان رو که میفهمی پدر رو شناختی این, این شناخت واقعی تنها توسط عیسی صورت میگیره پس اگر من دعا میکنم انجیل رو میخونم برای این هستش که عیسی رو بشناسم و هر چقدر عیسی رو بشناسم حیات جاودان رو بیشتر شناختم عیسی با اطمینان اعلام میکنه که هر کاری که پدر به او واگذار کرده به کمال رسانده میگه میگه هر چی که من به من سپرده به کمال رسوندم و با پیروز شدنش زنده شدنش از مردگان نشون نشاندن... میده نشان که واقعا آنچه که لازم بود انجام بده به کمال رسونه در نتیجه ما بعد از عیسی احتیاج نداریم پیامبری بیاد کسی بیاد چرا که عیسی آن کاری که باید انجام بده رو انجام داد اگر کسی هم میاد باید ما باشیم که بریم این پیام رو به مردم بگیم بریم این خبر رو به دنیا بدیم ما... کلام خدا میگه مردم چه جوری نجات پیدا کنه کسی بهشون نگه پیغام رو من و شما باید بره بهش بگیم بعد بگیم آیا میدونستی که عیسی مسیح روی صلیب جریمه گناهان تو رو پرداخت کرده آیا میدونستی که عیسی مسیح راه حیات جاودان رو در واقع برای تو مهیا کرده این یک لطفه که خدا اجازه میده ما به دنیا بیایم این یک لطفه در بین هزاران هزار در واقع چیزی که در نطفه که در انسان وجود داره فقط یکی از اونها شما شدید من شدم خدا معجزه کرده من یک معجزه هستم شما یک معجزه هستی شما میگه پس چرا من نقص و دارم چرا من این مشکلات دارم در برابر آنچه که خدا در ابدیت میخواد ما بده اون نقص عز اون ناراحتی های جسمی چیزی نیستش به اون نباید نگاه کرد بعد بیا نگاه کرد که حالا با این وجودی که من نقص عضو دارم با اینکه من مشکلات دارم اما به عیسی من آوردم و من نجات پیدا کردم زندگی ابدی من بدون نقص عضو و درد و مشکل خواهد بود من ابدیت رو با خدا سپری خواهم کرد آمین اینطور طور باید به قضیه نگاه کرد و آن کار و آن کار چیزی نیست جز حاضر به فدیه شدن برای تمامی بشر عیسی این کارو کرد چون من و شما رو دوست داره در این دعا عیسی از پدر درخواست میکنه که او را به جلال اولیش برگردونن ها؟ مردم دیدن که عیسی چگونه عمل میکنه کاری که میکنه خارق العاده هستش غیر طبیعی هستش ولی نمیدونستن که جلال خدا جلال عیسی در ابتدا چگونه بوده وقتی اونها جلال عیسی رو تونستن ببینن که او از مردگان قیام کرد وقتی که از دیوار اومد وقتی که به شاگردش گفت انگشت تو پهلون بذار آه؟ وقتی ب... در جلو چشه اونا سعود کرد این همین احساس که مصروبش کردن خیلی فرق میکنه با اون چیزی که ما احساس کرده بودیم دیده بودیم و در برابر این که ایسا روزی که بر میگرده با جلال و ما او رو در جلال میبینیم که فرشتگان و کروبیان و مقدسین و رو را عبادت خواهند کرد هنوز ما چیزی ندیدیم پس عیسی مسیح جلال خدا رو آشکار میکنه این گونه. و خیلی مهمه که من و شما بدونیم در آیه همین فصل آیات 6 الی 10 میگوید من نام تو را بر آنان که از جهانیان به من بخشیدی آشکار ساختم از آن تو بودند و تو ایشان را به من بخشیدی یعنی چی یعنی شاگردان از قبل انتخاب شده بودند من و شما که به عیسی ایمان میاریم از قبل از که به دنیا بیایم حتی انتخاب شده بودیم و کلامت را نگاه داشتن چگونه این شاگرد کلام عیسی را نگه داشتن؟ وقتی به عیسی ایمان آوردن پذیرفتن او را به عنوان نجات دهنده خودشون ما میبینیم اینو اکنون دریافته که هر آنچه به من بخشیده ای به راستی از جانب توست هر آنچه به من بخشیده ای از جانب توست دارم میفهمن دوزاریشون داره میفته زیرا کلامی را که به من سپردی به ایشان سپردم عیسی حالا مشعل انجیل به دست اونا میده میگه حالا تو باید این کار رو انجام بدی و شاگردان مسیح به ما سپردن و ایشان آن را پذیرفتند و به یقین دانستن که از نزد تو آمدن وقتی به عیسی ایمان آوردن ایمان آوردن فهمیدن که او از جانب پدر آسمانی است و ایمان آوردن که تو مرا فرستاده ای درخواست من برای آنهاست حالا داره عیسی براشون دعا میکنه تمام این فصل عیسی این کارو میکنه درخواست من برای آنهاست من نه برای دنیا بلکه برای آنها یک دعا میکن درخواست میکنم که تو به من بخشیده ای. این نشون میده که ما به عنوان فرزندان خدا پذیرفته شده ایم. این نشون میده که ما مال خدا هستیم میگه من اینا رو پذیرفتمشون من برای اینا دعا میکنم پس ما برای عیسی اهمیت داریم اگه امروز من در مشکلاتم به این نیست که عیسی منو فراموش کرده عیسی به فکر منه بیاد من هستش زیرا از آن آره تو هستن هللویه شما بنده جز و دارایی پدر آسمانی هستیم مال خدا هستیم خب شما بفرمید که آیا خدا از ما مواظبت میکنه یا نمیکنه آیا خدا نسبت به ما ارزش قائل تفاوت برای ما قائل هستش یا نیستش آمین که هستش چون میگه من برای مردم دنیا دعا نمیکنم اینجا دعا نمیکنه ولی من برای کلیسام دعا میکنم همونطور که ما امشب برای کلیسا عیسی دعا کردیم برای خادمین کشیشان و برای عیزانی که در لس آنجلس کلیسا دارن خدمت میکنن شبانان هستن دعا کردیم خادم ایمان داره همینطور هر آنچه از آن من است عیسی میگه از آن توست عیسی دارای چه چیزایی هستش حیات جاودان آرامش بارها میگه میگه سلامتی خودم به شما میدم شادی خودش پیروزی و بر شای پیروزی و بر گناه میگه هر آنچه از آن من است از آن تو است از آن تو است و هر آنچه از آن تو است از آن من است و در ایشان جلال یافتم هللویا پدر توسط عیسی جلال میابه حالا عیسی توسط ما جلال پیدا میکنه اینجاست که ما میشیم سفیران مسیح اینجاست که ما میشیم دست و پای عیسی مسیح پس عیسی میخواد توسط من و شما جلال پیدا بکنه این من و شما که بعد به این موضوع به این, به این حقیقت واکنششون بدیم آیا حقیقتا ما میخوایم عیسی توسط ما جلال پیدا کنیم یا نه آیا ما این کار داریم میکنیم یا نمیکنیم پس خیلی اهمیت داره عیسی در این آیات دعا میکنه برای ما اول تیموتائوس فصل دو آیه سه و چهار اول تیموتائوس فصل دو آیه سه و چهار پولس اینطور میگه چرا که نیکو و پسندیده نجات دهنده ما خداست که میخواهد همگان نجات یابند همگان هر آن که هنوز مسیحی نشده و به معرفت حقیقت نایل گردن میخواد اینا حقیقت رو بفهمن حقیقت چیه که آنچه از آن پدره از آن ایساس آنچه از آن ایساس از آن پدره من و شما از آن هستیم نه مسیحی هستیم اگر ما از آن عیسی هستیم از آن پدر هستیم هللویا ما از آن پدریم هر آنچه از آن پدر مال عیسی است هر آنچه از عیسی مال ماست شک برنامه خداوند پس من نباید این دروغ های رو بپذیرم که تو فراموش شده هستی تو بیماریت شفا پیدا نمیکنه تو مشکلت همینه که هست تو فقیر خواهی بود تو فراموش شده خود هستی اینا دروغه بر اساس این آیات و آیات بسیار دیگه که اینجا هم دارم من کلام خدا به ما نشون میده که ما در جای نیستیم که فراموش شده باشیم و دیگه همینو که هست نه اتفاقا کلام خدا در کتاب ابرانیان میگه عیسی مسیح در دست راست خدای پدر داره برای من شما شفاعت میکنه حالا ما بعد چی کار بکنیم ما بگیم آمین عیسی مسیح آنچرا که تو برای من آنچه که تو برای من دعا میکنی رو من میپذیرم آمین باید با زبان خودمون اقرار کنیم با عمل خودمون اقرار کنیم بگیم متشکرم کسی که منتظره که یه روزی بچه دار بشه بعد این دعا رو بکنه خداوند متشکرم برای اون بچه سالمی که به من میخوای بدی کسی که منتظر ازدواج بکنه بعد از قبل بگه خدا من سپاس گذارم برای همسر آینده من کسی که میخواد ثروتمند بشه در شغلش در تحصیلاتش در خدمتش در هر چیزی بگه سپاسگزارم پس ما نمیریم با گریه در حضور خدا با مثل گداها به حضور خدا بریم ما گدا نیستیم ما فرزند خدا هستیم فرزندان خدا که برای ما ارزش قائله عیسی مسیح شخص گداب و شکست خورده و درمانده نیستش چون قلعه پیدا کرد چون پیروز شد چون از قبل برخواست و اگر ما از آن او هستیم هر آنچه که او داره بال ما هستش پس ما کجا هستیم ما هم پیروز هستیم پس در این آیات زیبایی که با هم نگاه کردیم البته قسمت آخرش رو من سریع ازش گذاشتم برای زیقه وقت ما میبینیم که در واقع چطور عیسی مسیح معموریت خودش رو به کمال میرسه اگر ما بفرماییم که اینجا دره هستش عیسی مسیح این پل میشه از این طرف میز تا اون طرف میز که ما از درماندگی از اسارت از گناه از هر آنچه که منفی و تاریکی است از عیسی رد شیم بریم به سوی نور به سوی آزادی به سوی برکت به سوی کامیابی آمین عیسی این کارو کرده عیسی این دره رو پر کرده عیسی بین این دره قرار گرفته ما دیگه نباید اون ته بمونیم ما دیگه نباید این وسط بمونیم بلکه باید وارد نور بشیم و نور خدا رو دریافت کنیم برکت خدا رو دریافت کنیم و شادی کنیم در خداوند آمین اگر ما ایمان داریم باید این باور رو داشته باشیم و این باور رو که داریم با زبان خودمون اقرار کنیم بیاید خدا رو شکر کنیم برای آنچه که عیسی برای ما انجام داد